زره رزم تن زنت کردی، فرستادیش وسط میدون جنگ که با قول بیشاخ و دم سرطان به جنگه و اونو محکم بزن زمین. بعد اومدین نشستی اینجا زنجموره میکنی واسه من که چی بشه؟ آیا بشه آیا نشه، آیا بشه آیا نشه. من که مادرشم یه کلمه نمیگم آیا میشه یا نمیشه. کلیدای صندوق رو بده به سپیده، با مالی هم هماهنگ شو که اعتبار امضای چک رو فعلا ازت بردارن. اینجایی هم که الان هستی به نظرم بزرگه، میگم وسایلتو برن تو انبار کوچیکی که پشت این سرویس بهداشتی هست. اون انبار رسمیت نداره که. خب تو هم دیگه رسمیت نداری. پس من مطمئن باشم پای هیچ زنی وسط نیست. بهت قول میدم یه جور نامحسوسی گوشیشو بپیچونم که دیگه جرئت نکنه حتی اگه یه گربه ماده سر دیوار دید بهش بگه پیش. دانیال الان بد نشد که دوتاییمون توی یه روز عروسی میگیریم، اینجوری بیشتر هم بهمون خوش میگذره. نه شوخا خانم، بد که نشده، ولی میدونی حرف آخر همین الان پا میشی میری به اون پسرک نیقلیون زنگ میزنی که به بابش بگه یا تاریخ عروسی همون وقتیه که من تعیین کردم یا من دختر شوهر بده نیستم که نیستم، تمام. شما عاشقین؟ فکر میکنم. چرا میپرسین اینو؟ چون هر وقت یه آدم عاشق میاد اینجا یه ذره از دردای من کم میشه. درد دارین؟ اوه تا دلتون بخواد، سرطان دیگه الکی که نیست. کاش درداش میرفت به جون من. مامان من هم همینو میگه وقتی میبینه دارم درد میکشم، ولی من خوشم نمیاد. این درد مال منه، مهمون تن منه، به بقیه چه که بخوان مهمونم رو غور بزنن. بودنت هنوز مثل بارونه، مثل قدیما پاک و روونه. از پشت این دیوار بیرحمی که بینمونه، پاچین آواچین اصل شیرین قصمون هنوز ناتمومه. از اینجا به بعد میدونه که چی سرنوشتمونه. چی هستی؟ اونی که تا حالا میخوردی مان این بود که غصهاتو از بین ببره، این سرخوشت میکنه. سعید و شوکا اومدن به من یه موضوعی رو گفتن، من دلم شور افتاد اومدم ببینمت. برای چی اونا باید بیان سراغتو؟ لابد میخواد سمت مدیریت اجرایی هم ازش بگیرن. ها نه هنوز مدیر اجرایی. چطوری میشه اتاق مدیر اجرایی اینجا نباشه؟ نمیگی اگه یکی تلفنی بیاد باش قرار ملاقات داشته باشه، نمیگه چرا اتاق مدیریت اجرایی تو بغل توالت فرنگی سرویس بهداشتی؟ تو هنوز دکتر رو نشناختی آرش خان. دکتر اگه بخواد دم کسی بچینه خوب میشینه. سلام. چی شده؟ چی شده؟ چیزی نشده، همه چی خوبه، تو حالت خوبه، تبم نداری؟ میخوای برای چای بریزم؟ کت من چرا دست توه؟ بده من کت تو رو آوردن تمیزش بکنم خودم با دستای خودم. چه چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت چیه؟ خانم وسایل من چرا اینجاست؟ چیزه، اونا انبارگردانیه. چی؟ انبارگردانی. انبارا رو میگردون از اون کنار میارن این ور میبرن، اون اتاق میبرن این اتاق در میارن، جا به جا میکنن. هزیون میگن. این شکل یه هایی بهش گفت سکته میکنه؟ هنو سکته نکرد. بریم خانم، بریم اتاق جدید من نشون بده. دنبالم بیا. بلایی بمیرم برا. برو سر کارت. پس چون اینجا بایستادی؟ برگرد سر کارت. آخ بگر داداییه داداییه، آخ باباییه. بایستانی به چی زل زدید ها؟ این سر کارت دیگه. اینم اتاقتون، امیدوارم که موقت باشه، باز روابطتون خوب شه برگردید اتاق خودتون. فقط آقای دکتر گفتن اینجا خودتون تمیز کنید یا اتاق از توش در بیارید. مهم نیست.
من چند سال توی زیرپله یک در یک کنیم کار کردم، بلدم خودمو چجوری بکشم بالا. میگم خوابه، میخوای من با بابای نگار صحبت کنم؟ شاید چون با من رو درواسی داره قبول کنه و از خر شیطون بیاد پایین. میگه 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدیم. آقا آرش در مجلس عاشقان نمیرخصیدیم. بریم، شما بفرمایید، بریم به کارتون برسیم، منم یکم با این اتاق جدیدم خلوت کنم. راستی اتاقتون دوربین داره؟ چه خوب که دوربین گذاشتی میمون تو گوشه قفس نگاه کنی آقای دکتر. میخوای برات موز بندازم؟ حتی میتونم سرگرمت کنم، میخوای؟ بره بیرون! سیرک تعطیله، بفرمایید خانم. به اندازه کافی نگاه کردیم. برو آرش. چاکرم رئیس، رفتی مالا چی کار؟ حس گرفتی؟ برو سیامک، برو حوصله ندارم، برو دست ما را مگی، برو گم شو بهت میگم، برو بالا، برو به کجا؟ سلام بابا جون. سلام. سلام. ما داشتیم رفتیم سبزی بگیریم. سبزی؟ همین دیروز 10 کیلو سبزی خریدم، پاک کردم، خرد کردم، سرخ کردم، فریز کردم. چه خبره نظری داریم ما؟ خب پس داریم میریم کفش بگیریم. کفش؟ کفش واسه تو؟ آره کفش چش نوعی که کفشه؟ نه ماما داره وا میره از این بعد. عزیزم اگه پات دندون داره اینکه چیزیش نیستش که. نه ماما جون دندون نداره، ولی من زیاد پیاده روی میکنم، کفش نیاز داره. پیاده روی اون کفش اسپورتاتو پات کن. خب من این مدلی دوست دارم. این پاره شد این سر کوچه دقیقه می دوزدش. خب حالا چی میشه یه دونه اینجوری بگیریم؟ ببینم اون کفشو ببینم. البته این هیچ ایرادی نداره، ولی اگه دلش کفشنو میخواد براش بخر. اصلا دوست ندارم دخترم حسرت به دل بره خونه شوهر. درسته رسول جان، ولی به هر حال باید از الان قناعت کردن یاد بگیره که بتونه زندگی جمع کنه. آره پس بابا جون من برم، خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. من خودم اگه قناعت نمی‌کردم که ما الان این خونه زندگی رو هم نداشتیم. البته هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. بله. محبوب خانم روزگار خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفاست. خودش هر وقت که لازم باشه بهش همه چی رو یاد میده. فعلا من اصلا دوست ندارم دخترم به خاطر یه جفت کفش خاطرش مکدر بشه. باشه پس ما میریم کفش بخریم. حتما بفرمایید. کفش کارت. بعد همینجا بفرمایید. بفرمایید. تشکر. رمزشو که عوض نکردی؟ نه دیگه، همون تاریخ تولد سارا. خدا حافظ. خدا نگهدار. حالا چی شد؟ گفتی دوتایی بیاییم اینجا؟ اشکالی داره گاهی وقت قرار دخترونه بذاریم؟ بدون شوهرامون؟ آره آخه میدونی من بدون آرش معذبم، یعنی بدون اون بهم خوش نمیگذره. تو آرش خیلی به هم وابسته این نه؟ خیلی خیلی عاشق همین؟ خیلی 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 هم به هم اعتماد داریم؟ خیلی 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 خیلی. خب حالا انقدر پوز نده. پوز نمیدم. تو از آرش مطمئنی؟ مطمئنی شیطنت نمی کنه؟ شیطنت؟ چجور شیطنتی؟ کارهای مشکوک دیگه، مثلا زیادی سرش تو گوشیش باشه یا خیلی تو خودش باشه یا اصلا یه حالی باشه. چرا بابا همه اینا هست. قبلنا آرش تو دفترش شیرینا می نوشت. وقتی سرش تو دفتر بود حواسش به هیچ جا و هیچ کسی نبود. الانم که تو گوشیش می نویسه همینا. میدونی بعضی وقتا یه جوری غرق میشه که خدایی نکرده میگم ناشنواست، اصلا هر چی میگی نمیشنوه. کاوه هم همینه.
وقتایی که سرش تو گوشیه عین مجسمه میشه، اصلا هیچ توجهی به من نمیکنه. تو میخوای بگی اینا تو گوشیاشون کاری میکنن؟ چه کاری؟ کار دیگه، کارهای زبون املال. چیز خطرناک. زبون املال کار بد؟ واقعا؟ یعنی آرش هم دوتا شده؟ دوتا شده؟ شلوارش بعید نیست یاسی. آی 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 آی، شما ها دارین چی به هم دیگه میگین ها؟ دایی جان خاک بر سرم شده، آرش دوتا شلوار داره. زبون تو گاز بگیر، زبون تو گاز بگیر. آرش چنان عاشق توئه که مجنون هلاک لیلی بود. وقتی روبروی تو میشینه صدای قلبشو من میشنوم. این حرفا چیه که میزنی؟ آخه علائم داره. علائم دوتا شدن شلوار یعنی اینکه زیادی سرش تو گوشیه، تو گوشی شعر مینویسه، وقتی سرش تو گوشیه حواسش به هیچ جا هیچ کس نیست. البته قبلا که رو کاغذم مینوشت همین جوری بودا. کلن هم اخلاقش عوض شده، سرد و بد اخلاق شده. اصلا نشده؟ نشده. وقتی امروز دوتایی وارد اینجا شدین و پشت این میز نشستین من خیلی خوشحال شدم. گفتم چه خوب رفاقت اینا اینجا ریشه گرفته، یاد گرفتن معاشرت زنونه داشته باشم. ولی وقتی جسته و گریخته حرفاتون رو شنیدم تعجب کردم، چون جز فضولی کردن تو زندگی همو به رخ کشیدن مرداتون چیز دیگه به هم نمیگفتیم. اومدم ببینم چه آتیشی دارین روشن میکنیم. آه 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 دیدم این آتیش از آتیش جهنم هم خطرناکتره. دایی مگه ما چی گفتیم که شما اینطوری میگین؟ شما بدون اینکه متوجه باشین شک و تردید و تو دلای هم دیگه انداختین. حواستون باشه شک بلای زندگیه. شک مثل سیلاب میاد ستونای زندگی رو به هم میریزه، مثل آوار رو سر آدم خراب بشه. نکنین این کارا رو دخترا، نکنین. درون زندگی خودتونو با بیرون زندگی دیگران مقایسه نکنین. بعد از این اگه خواستین بدون شوهراتون بیاین اینجا گل بگین و گل بشنوین، قدمتون رو چشمای من. ولی اگه بخواین خاله خانباجی بازی در بیارین و هوچیگری کنین ببخشینا، من شخصا جلو تو وای میسم. مفهوم شد؟ افتاد؟ شیرینی بخور، بیسکویت دوتا تو هم بخور. دیگه توان ندارم، ایشالا مبارکم باد. خیلی دیگه خسته ام، ایشالا مبارکم باد. آخ دیگه پا ندارم، ایشالا مبارک. چی شده پا؟ تعویض تعویض. بیا بیا اسپرنی بیهسمنده زدم، برو ادامه بده، برو وقت نداریم. چه کاریه آخه؟ اصلی جدا تنبل نباشه رو ناز میکنی. این رویه تهاجمی چیه اخیرا؟
ببین این روحیه برای یه کسیه که گشنه شده. گشنه شده؟ شما خانم این خونه ای، تاج سر این خونه، خب برای یه چیز بپس بخوریم. شما آقای این خونه ای دیگه، شما باید اطلاع داشته باشی که ما گاز نداریم، ماکروفر نداریم، قابلمه نداریم، یخچال نداریم، چجوری غذا درست کنم؟ ولی زن اگه زن باشه، مرد اگه مرد باشه، الان میپره میره سر کوچه غذای مورد علاقه خانومشو میگیره میاره. چی برام بگیرم؟ کوبیده. به به، اولین غذای دو نفره در خانه دو نفره. با ماشین بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. زودی میام. خوشگله، بله، اون دستمالو تحویل بده. اجازه میخوام. به به، خوشگل نبود با اون؟ نه، زود بیا. گیجاویش موبایلت رو جا گذاشتی باز. تقدیم با عشق به همسر فراموشکار. سعید خودتو جا نذاری. سلام. سلام شوکا خانم. به محمد کاری نداشتم و تو دوباره اومدی تو زندگی من. آدرس اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ فکر کردی منم مثل تو کودنم؟ من هر وقت اراده کنم آدرس هر جا که بخوام گیر میارم. این چه طرز حرف زدنه؟ با سعید کار داری؟ اتفاقا این دفعه با خودت کار دارم، با خود نکبت موزید کار دارم. با سعید چی کار دارم؟ سهرا عزیزم، فکر کنم حالت خوب نیست. میخوای زنگ بزنم صفورا؟ حالا خوب نیست. نگاه کن ببین. برام خیلی خوبه. برو قشنگ نگاه کن. چرا اینجوری میکنی؟ حالا خیلی خوبه. حسن تا یه حال خوب برگید. بخونه تو نگاه کن. مبارک. چرا حالا خوب نباشه؟ اومدی تو خونه زندگی من؟ نه اصلا حالم خوب نیست. نگام کن ببین. ببین سهرا، یادته ما از بچگی با هم دوست بودیم، تو می اومدی بعد مدرسه خونه ما، چرا اینا رو یادت رفته؟ آره می اومدم، قشنگ یادم، یادم نرفته. آره از همون بچگیشم حالم از تو به من میخورد. از وقتی اومدی تو زندگی من گن زدی به همه چی. پس برای چی این همه سال با من دوست موندی تا دبیرستان؟ مگه کسی مجبورت کرده بود؟ مامانم همیشه میگفت وقتی نتونستی یه سنگ بزرگ و تکونش بدی، مجبوری بری زیر سایش بشینی. منم مجبور بودم. ببین عزیزم، بشین من برای تلیوان آب بیارم. دستتو بنداز. مگه تقصیر منی که تو از من بدت میاد؟ من نمیدونستم تو انقدر از من بدت میاد، ولی من تو رو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. فقط یکم ازت میترسم. میترسی؟ بایدم از من بترسی. میدونی چرا میترسی؟ چون سایه من همیشه تو زندگیته. انقدر از من میترسی که مجبور شدی بری با امیر حرف بزنی که دست منو یه جا بند کنی. انقدر از من میترسی؟ بایدم از من بترسی. آره از من بترس. ببین عزیزم، ما نیتمون خیر بود. من میخواستم خفشو تنها نباشی. میدونی امیر اومد سراغ من بهم چی گفت؟ گفت عاشق یکی دیگه شدم. تو میخواستی منو اذیت کنی، کردی. تو دیوونه ای، تو دیوونه. خفشو خفت. زندگی تو رو نابود میکنم. بشین رو نگاه کن. این
میبینید جان جانانه بابا چطور میخنده؟ به من میخنده ماشاءالله. همه عکسارو خودم ازش گرفتم. خودتو؟ بله بله خودم همه عکسارو گرفتم. پشت دوربینم خودت؟ بله بله. چقدر شبیه شماست. خب با عهد و عیال تشریف میآوردید که این پرنسس خانم رو ما از نزدیک میدیدیم. گفتم مزاحمت میشه. حالا انشالله سر فرصت خدمت میرسیم. حتما. الان فعلا اومدم یه امانتی خدمتتون تقدیم کنم. رفع زحمت کنم. امانتی؟ چه امانتی؟ ناقابل آقای نجفیان. این پول باباست. خدا رو شکر. خدمت خانم و دخترتون عرض کردم. شما بهترین معلم زندگی من بودید. خیلی گردن ما حق دارین. من اگه همه دار و ندار زندگی من به شما بدم در قبال زحمتایی که شما به در طول دوران تحصیل برای من کشیدین هیچی نیست. 10 میلیون تومان این چیه عبادی؟ راستش این مبلغیه که من برای خرج و مخارج تحصیلات جان جانان از الان کنار گذاشته بودم. من تا گفتم دخترم که هنوز 6 ماهشه دختر شماست که دم بخته. دست شما درد نکنه آقای عبادی. 10 میلیون من فکر کردم پولمون آزاد شده. اونو که تو شرکت خدمتتون عرض کردم حالا نمیرسه دستتون. این فعلا برای خرج مخارج جهیزیه. شیرینی چیزی میل نمیکنه. شما چای یخ کرد. یه لحظه دست درد نکنه عبادی جان. ولی من نمیتونم این امانتی رو قبول کنم. الانم جان جانانه تا بیشتر از این منتظر نمونده بهتره که برگردید خونه. آقای نجفیان من عجله‌ای برای پس گرفتن پولم ندارم. منم هیچ عجله‌ای برای گرفتن این پول ندارم. خانم ببخشید تو رو خدا بیشتر از این واسم نرسید کمک کنم. شرمنده‌ام. ببخشید. خدا حافظ شما. ببخشید. خدا نگهدار. استاد تو رو خدا ببخشید. اگه یه ماه دیگه بود 20 میلیون میتونستم کمک کنم. شما لطف کردید. به خدا شرمنده‌ام. خواهش می‌کنم بفرمایید. یه عمر صورتمو با سیلی سرخ نگه داشتم تا دستم پیش کسی دراز نشه. تمام آبروم و ذره ذره جمع کردم محبوب خانم، ولی تو یک شبه همه رو به باد فنا دادی. مگه رفتم گفتم پول قرض میخوام که همه کاسه کوزه رو سر من میشکنی؟ رفتم ببینم میتونم پول خودمون رو زودتر بگیرم یا نه. پنهان از من میری گدایی؟ گرفتن پول حلال خودمون نصفش گداییه. دست این بچه رو گرفتی رفتی گردن کش کردی که ما لنگ جهیزیه دخترمونیم. ای خاک بر سر من. بابا جون آروم باشین. خواهش میکنم الان دوباره قلبتون میگیرم. خواهش میکنم. من اگه سکته کردم مقصرش این خانومه. بابا این رفته همه جا بی پولی منو جار زده، برام آبرو نذاشته. هیچ وقت نمیبخشم. بابا جون یکم صبر کنیم بذارین براتون توضیح میدم. بابا من غلط کردم. سارا تو کجا میری؟ سارا یه لحظه صبر کنید. بابا جون چرا اینجوری میکنی؟ بابا رسول یکم وایسید. بابا رسول خواهش میکنم. بابا رسول خواهش میکنم. دلم کن بابا دیگه. بابا یه لحظه صبر کنید. خب یه لحظه بابا جون کارتون دارم. بابا خواهش بیا. خوب شدم اصلا الان جاشم نمیمونه و علیکی هم تا شلوغش میکنیم. شلوغش میکنم؟ حتما باید یارو برمیداشت چاقو میذاشت در گلو تا یه اتفاق بیفته. خب با بیخیالشو بذار زنگ بزنم به پلیسی که شوکا جان. ببین مگه پلیس واسه همچین مسئله خاله زنکی خوشو میندازه وسط؟ خاله زنکی؟ آخه تو به این میگی خاله زنکی؟ دیگه چیکار باید میکرده که نکرده؟ اومده تو خونه ما فحاشی کرده، زن منو تهدید کرده، دست رود بلند کرده. بابا اینا هر کدومش خودش که جرم محسوب میشه. تو فکر کن به پلیس هم گفتی چه فایده؟ فقط روی صفورا و صحرا تو روی ما بیشتر باز میشه. من به نظرم تو به این فکر کن که تمام عروس دامادای جوون الان برای اینکه این امکانات ما رو داشته باشن کلی دوندگی میکنن، ولی برای ما چی؟ همش جور شده. پس این آرامش رو باید قدرش رو بدونیم، الکی هم هرس و جوش نخوریم. من خودم صفورا و صحرا رو حلشون میکنم بعد از عروسی مثلا رو.
الان بیا اینجا ببین خانمه چه کدبانویه، چی درست کرده. بیا ببینم. من نوکر شما هم هستم. سبزی میخوری؟ اولندش که این خونه کارون سرا نیست که هر کس دلش خواست سرشو بندازه بیاد تو این خونه، هر غلط دور از جون دلش خواست بکنه. دومانش برای سبزی هم متشکرم. خودت پختی؟ بله خودم پختم. این نونشم تو تنور آشپزخونه درست کردم. تو واقعا از زنگ گرفتن شانس آوردی. آره بفهم، این خدمت شما، اینم برای شما. خیلی ممنون. این چی میگه؟ کیا؟ دانیل. چی میخوای؟ سلام کن. سلام. چی شده؟ کدوم بیمارستان؟ ای بابا چته تو؟ جمع کن خودتو دانیل بابا، هیچی نیست. بدبخت شدم سعید، بدبخت شدم. الهی قربونت برم، درشو برون باش. به میانده آقا چون ببینه تا داری گرگی میکنی عصبانی میشه. اما تو این وضعیت هم میگرون عکس اول رستم خان باشم. عزیزم تو که میدونی آقا جون از گریه کردن اون مرد خوشش نمیاد، دوست نداره مرد عشق میریزه. من هر کاری دلم بخواد میکنم، به هیچ کس هم ربطی نداره. باشه عزیزم تو راحت باش، من میام وای میسم اینجا. آقا جون تو رو نبینه. آقا چرا رستم خان به همه چی گیر میده؟ خب آدم ناراحته، گریه میکنه دیگه، طبیعیه. گریه کن، گریه کن. آقا دوستم یه جوری میگه اینکه رستم خان رو نمیشناسی. من نمیدونم آقا رسول، تو چطور گذاشتی این زاربه بزنه و در بره؟ چجوری گیرش میداختم؟ اون بر دخترم نقش زمین شده بود، دویدم اومدم بالای سرش، یهو دیدم یارو فرار کرد رفت. فرار کرد در رفت به همین مفتکی؟ آقا یه قدمی بود دست میده تو پس گردنش، مثل گوسفند قربونی زارت میکنوندی زمین. اینقدر بی خود شلوغش نکن رستم خان، اینجا بیمارستانه بابا جا. خیلی خوب. چیزی نشده، یه دو تا سه تا زخم سطحیه، ایشالله الان خوب میشه میاد بیرون. امینه جان اگه دو تا زخم سطحی بود که الان دخترم مثل دسته گلم تو اتاق عمل نبود دو ساعت. ای خدا، میگم نکنه ضرب مغزی شده باشه. ای بابا زبونه تا گاز بگی لیلا. گفتم شاید حرف نزن. خوشبختانه مریضت حالش خوبه. جای نگرانی نیست. جایش نشکسته دکتر؟ دندش مو برداشته که اونم قابل کنترله. ببینید اون مناقصه قابل تغییره. من این نقشه جدید طراحی کردم، مولای درزش نمیره. یعنی میخوام یه جوری زیرا به شرکت مرگستر رو بزنم که شوخی میکنه خانم تکین. چکو پس بده یعنی چی آخه؟ یعنی الان دارین منو تهدید میکنی؟ اگه دارین تهدید میکنین که خیلی خوب، پس بدوین دنبال چکتون. بچه خوشگل. بله. شیر باش وقتی میخوایی تقسیم کن. یعنی چی؟ اون پولای خوشگلی که آپولی کردی. برو آقا جون، برو ببینم. بله. شغال نباش، بذار با هم بخوریم. چی میگی آقا شیر با شغال نباش؟ برو بهت میگم. اه جا. سلام آقا. سلام آقا. سلام آقا. انجام شد؟ مو به مو، خیالتون راحت، میتونی لاشش تحویل بگیری. همین شما گرم، خیلی ممنون. گم شو. گم شی دیگه. حالا آقا
امر دیگه باش آقا. گفتم گم شد. با اجازه. خانم سارا، خانم سارا، من خجالت میکشم از این شلختگی شما. برکت رفت از این گلخانه، از بس که از این لقبه مرتکه شما رفتی آتاشغال خریدید. عالم خفه میشی یا خفت کنم؟ برو گم شو. عالم سارا کجاست؟ پاشو به چه عقیدی شب رفتی خونه من ها؟ به چه عقیدی دست رو زن من بلند کردی؟ شوکا اول خودش شروع کرد، من که کاری بهش نداشت. شوکا آزارش به مورچه میرسه؟ من که دروغ ندارم بهت. چرا اتفاقا داری دروغ میگی مثل سگ؟ ببین من تا الان حرمت 100 تا چیزو نگه داشتم. حرمت بابامو نگه داشتم، حرمت خواهر خودتو نگه داشتم، حرمت ازدواجشونو نگه داشتم. بابا من حرمت خودتو رو نگه داشتم. شوکا خط قرمز زندگی منه صحرا. کسی بخواد نزدیکش بشه، اذیتش بکنه، نمیبخشمش. تو که دیگه جای خود داری. خب صد وایسا بهت توضیح بدم، تو که اصلا اونجا نه. من اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم. اصلا نمیخوام حرف بزنی. همین دیشب رو باید تو بازداشتگاه میخوابیدی، چون من میخواستم زنگ بزنم به پلیس شوکا نزاش. میفهمی این چیزا رو؟ چرا اینقدر قدردان کارایی که برات میکنه نیستی سهرا؟ سعید شوکا جلو تو یه آدم دیگه هستا. تو که نبودی ببینی دیشب با من چجوری حرف میزن. من اصلا کاری بهش نداشتم، من اومده بودم دم خونتون بهت بگم برای گلدونات مشتری پیدا کردم. خودم هم پیدا کردم، همه کاراتو یه جا میخواد. اومده بودم بهت اینو بگم، اصلا نمیخواستم با شوکا حرف بزنم. دست درد نکنه. نمیخوام، نمیخوام تو هیچ کاری بکنی، فقط از زندگیم برو بیرون صحرا. من همین الان دوتا کامیون آوردم، کل گلامو جمع میکنم میرم. باشه سعید، تو رو خدا گلدونا رو نبر. تو اینجوری خورد میکنی منو. الان بابا تو صفرا چه فکر میکنه؟ من بعد از این تو اون ور جوب، من این ور جوب، دیگه دورو بر زندگی من نپل یک دختر خوب. خب تو رو خدا نبرشون سعی. عالم، عالم بیا اینجا. کاوه صدام کردی؟ آره دیگه، بستنی آوردم. اینو از کجا آوردی؟ کارای هومنه دیگه، میدونه من از جک و جونور خوشم نمیاد، باز برداشته اینو با پیک فرستاده. حیوان بیچاره بعد همه عمرش رو توی یه ذره قفس زندگی کنه، ولی انگار همچین بدش هم نمیاد. نگاش کن چطوری داره تو قفسش بازی میکنه. نه اتفاقا بدش میاد، گیر کرده، چاره ای نداره، باید انقدر اون تو بچرخه 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 تا خسته بشه. در واقع این کادو مال منه، یه پیغام پشتشه که فقط من میدونم و هومن. یعنی چی؟
تو اون شرکت چی بین تو و هومن میگذره که من نمیدونم؟ فقط اگه یه موقع گوشه های خونه یه موش له شده تو تله دیدی خیلی نترس، احتمالا پیغام دومه. یعنی چی؟ تو چرا هیچی به من نمیگی؟ از هومن میپرسم اوضاع احوالتون چطوره، میگه عالی، بهتر از این نمیشه. میگم کاروبارت با کاوه خوبه، میگه درجه یک. تا حالا به هیچ کس اینقدر اطمینان نداشتم. ولی من میفهمم یه چیزیتون هست، تو یه چیزیت هست. من میخوام این دوتا آدم بالغ بشینیم با هم حرف بزنیم. اگه مشکلی داری به من بگی، عقلامونو بریزیم رو هم، یه راه حلی پیدا کنیم، با هم حرف بزن. قربونت برم، تو چه راه حلی میخوای به من بدی؟ تو تا الان تو پرقو بزرگ شدی، از این به بعدش هم باید همین جوری باشه، دور از تمام مشکلات من و هومن و شرکت. کاوه من زنتم، باید بدونم تو زندگی چی میگذره. کجایی دارم باهات حرف میزنم؟ کجا دارم باهات حرف میزنم؟ کاوه، سلام عزیزم، بهتری؟ سرگیجه نداری؟ نه. ببین عزیزم، تو یه دنده شکسته داری، وضعیت جسمیت اصلا خوب نیست. من که حالم خوبه. آره خدا رو شکر خوبی، ولی خب یه موضوعی هستش که ببینم. همسرت امروز میاد بیمارستان؟ نمیدونم، حتما میاد دیگه. چیزی شده؟ واقعیت اینه که شدت ضربه‌ای که بهت وارد شده خیلی زیاده. خب این که من بعید میدونم شما دیگه بتونین بچه دارشین. یعنی امیدوارم بتونی باش کنار بیای، هم خودت هم همسرت. به همسرت بگو حتما به بلوک زایمان سر بزنه، من باهاش کار دارم. ببخشید، میشه از این موضوع چیزی به کسی نگی؟ آره عزیزم حتما، ولی خب همسرت باید حتما در جریان باشه، حقشه. باشه، من خودم هر وقت مرخص شدم بهش میگم. اون الان خیلی ناراحت، نمیخوام بیشتر از این ناراحتش کنم. بعد از اینکه از اینجا مرخص شدین حتما پیش یه متخصص خوب برو. مراقب خودت باش عزیزم. من مهر از تو، چشم از من